منصور هادی رئیس جمهوری یمن که در تبعید به سر میبرد طرح صلح پیشنهادی سازمان ملل متحد را رد کرد او در بیانیه رسمی گفته است که ارائه چنین طرحی تنها باعث قدرتمندتر شدن شبه نظامیان خواهد شد و ادامه جنگ را در پی خواهد داشت منصور هادی که در حال حاضر در ریاض به سر میبرد درباره محتوای این طرح پیشنهادی اطلاعاتی ارائه نداده اما گفته است که پذیرش این پیشنهاد به معنای تقسیم قدرت با شبه در دولت آینده یمن است همزمان گزارش ها حاکی از آن است که حملات هوایی روز شنبه جنگنده های اطلاف به رهبری عربستان به شهر تایز در یمن دست کم 17 کشته بر جای گذاشته در این حملات چند منزل مسکونی هدف قرار گرفته و اکثر قربانیان زن و کودک هستند